ترکیبی از رنگ جون برلیان. جون برلیان یه رنگیه که معمولا برای پوست و اینا استفاده میکنن بعضی از نقاش ها، خیلی خوش رنگه، با کمی صورتی ترکیب میکنم، خیلی خیلی کم نارنجی هم بهش میزنم و بدون اینکه مقوا رو بخوام خیس بکنم و تو همین حالت خوش شروع میکنم به گذاشتن لکه ها. توی این روش ما با خیال راحت لکه ها رو میذاریم و بعد با آب تمیز میتونیم لکه ها رو محو بکنیم و فرم گلبرگ ها رو در بیاریم. این تیزی نوک قلم اینجا به درد میخوره، زمانی که ما میخوایم این حرکت ها و این لکه هایی که میذاریم رو با ظرافت زیاد بذاریم که اون تیزی لازم رو به ما بده، این قلم اینجا تیزیش بسیار به ما کمک خواهد کرد. سایز مقوام هم دوستان 1/2 هستش، یعنی نصف مقوای در واقع کامل. خب پس رنگ رو گذاشتم و شروع میکنم به محو کردن رنگ به اطراف. سعی میکنم نورهایی اگر هست این نورها رو از سفیدی کاغذ کمک بگیرم و این نورها رو بتونم به صورت برشدار این هایلایت ها رو حفظ بکنم. به همین رنگ، یعنی ترکیب جون برلیانت و صورتی، کمی رنگ لوندر اضافه میکنم. لوندر یه رنگی که بنفش طوره و اتفاقا از همین برند شینهان هم هست که میتونید به صورت تکی توی پکش، من به نظرم میاد ندیدم، اما جزو رنگ هایی هستش که به صورت تکی میتونید تهیه بکنید. من برای سمت چپ گل، چون به نظر میاد منبع نور از سمت راست هست، سمت چپ گلم رو کمی تیره تر میکنم تا بتونیم زاویه نور رو به این صورت نشون بدیم. بسیار به به، لحظات لذت بخشیه که آبرنگ تا زمانی که ما شاید به اون مهارت لازم برسیم کمی زمان ببره، یک برزخی داره، ولی بعد از پشت سر گذاشتن اون برزخ به قدری زیبا لذت بخش میشه و از زیباییش میتونیم لذت ببریم که اصطلاحا میگیم دیگه، میگیم آبرنگ واقعا اعتیاد داره. کسانی که آبرنگ کار میکنن واقعا دیگه تکنیک های دیگر رو به سختی دیگه میتونن به صورت جدی پیش ببرن. خیلی خوب میبینید که من بدون اینکه خیس بکنم و بدون اینکه مقوا اسپری بشه یا خیس بشه به صورت خشک این رنگ ها رو گذاشتم. عجله‌ای ندارم، مرحله بعد رو من میتونم در واقع دوباره یه لکه هایی رو بیارم و گلبرگ های بیشتری رو به این گلم اضافه بکنم، ولی فعلا تا همین جای کار کافیه. خب بریم سراغ جون برلیانت. این بار قصد دارم که صورتی رو حذف بکنم و فقط از ترکیب جون برلیانت و نارنجی استفاده بکنم برای اینکه این گل پایین رو کمی تم نارنجی بهش بدم. باز دوباره رنگ ها رو میذارم، قلم رو میشورم و با آب تمیز اضافه رنگ ها رو یا لبه رنگ ها رو با آب تمیز میشورم. دوباره به همین رنگ بنفش لوندر رو اضافه میکنم. لوندر رو هم پایان کلاس اگر
یادآوری بفرمایین تیپشو نشون میدم بهتون که دقیقا شماره و مشخصاتش رو بتونید داشته باشین، که اگر تمایل داشتین به صورت تکی عرض کردم هست و میتونین تهیه بفرمایید. برای این قسمت های که گلبرگ ها تو سایه میرن، این رنگ لوندر میتونه خیلی رنگ مناسب و خوبی باشه. بسیار خب، بریم سراغ رنگ های دیگه مثل کریمسون لیک، که یک قرمز خیلی خیلی در بین قرمز ها تیره است، با کمی قهوه‌ای رد براون ترکیب میکنم. یه لکه تیره ای رو اینجا میذارم در قسمت زیرین این گل، و بعد همونطور که گفتم به راحتی میتونیم بیایم با قلمویی که آب تمیز داره رنگ رو به هر جهتی که میخوایم محوش بکنیم. خیلی مهمه که این رنگ ها کمی هم داخل گل های بیاد که تو مراحل قبل کار کردیم، که اطراف گل هامون خیلی برش تند و تیزی نداشته باشه و بتونیم اون نرمی و لطافت رو به کارمون منتقل بکنیم. خب من دوباره میرم سراغ جونبرلیان. این بار جونبرلیان رو با کمی برن سینا ترکیب میکنم. سعی میکنم اینجا کمی هم به این رنگی قرمزی که گذاشتم برخورد بکنه قلم. کمی سرعت و کار رو بیشتر میکنم. خیلی خیلی کم با نوک قلم صورتی به این قسمت ها اضافه میکنم. قرزت رنگ ها من زیاده دوستان، کم نیستش اینجا. و بعد با قلم و آب تمیز به جهات مختلف شروع میکنم این رنگ ها رو محو کردن. رنگ های اولیه رو با غلظت کم نمیذاریم، که بعدن که محو میکنیم تا حد و اندازه ای که مورد نیازمون هست اون تیرگی ها رو به ما بده. بعد میخوام برم سراغ یه ترکیبی از سبز و کمی بنفش. میتونی از ترکیب سبز سابگیریم و بنفش هم استفاده بکنید، چون یه سبز خاموشی میخوام. این بنفشی که به سبز اضافه میکنیم خاموشی رنگ رو تعمیم میکنه. قلم رو شسته میشه، آب تمیز و محو شدن رنگ. یه موقعی سوال میپرسم مگه میشه بدون اینکه خیس در خیس کار بکنیم کار لطیفی بکشیم؟ بله حقیقتا میشه، به شرطی که از قلم مناسب و مقوای خوب استفاده بکنیم. بله امکانش کاملا میسره. خب اینجا از ترکیب کریمسون لیک و برنت سینا دارم استفاده میکنم، یک قرمز تیره و یک قهوه‌ای خوش رنگ. ببینید این زمانی که ما قلم رو به صورت خوابیده میذاریم، ببینید چه بافت زیبایی ایجاد میکنه قلم، و بعد از یه قسمت هایی براحتی میشه محوش کرد و یک فضای فوق‌العاده رو ایجاد میکنه این بافت. Thank you.
بسیار خوب، بریم در ادامه از همین رنگ ها که اصطلاحا من بهش میگم رنگ های پرت جعبه رنگ، ببخشید پالت، این رنگ هایی که از مراحل قبل استفاده کردیم کف پالتمون هست، این رنگ ها میتونه بسیار زیبا به کار ما بیاد و مورد استفاده قرار بگیره. و چون تو مراحل قبل استفاده شده، یکی از عوامل خیلی خوب برای هماهنگ شدن قسمت های دیگه نقاشی ماست. بنفشه لوندر، در واقع گل های اصلی ما شاید بیشتر اینها باشن و این لکه هایی که دارم میذارم بیشتر شبه گل بهشون میگیم، یعنی تداعی کننده گل هستن اما خیلی جدی شکل و فرم گل رو ندارن، مگر اینکه در ادامه کار ما احساس بکنیم که با گذاشتن چند تا لکه میتونیم تبدیلش بکنیم به یک فرمی از یک گل خاص. امیدوارم که پسر گلم رادمهر شاهد این لایو باشه، خیلی دوستش دارم و همیشه الهام بخش منه، واقعا خدا همه فرزندان رو حفظ بکنه. اگر این لایو رو میبینه از همینجا پسرم رو واقعا میبوسم. خب من کم کم میخوام وارد رنگ سبز هم بشم، کمی به همون رنگ قبلیم کمی سابگیریم رو اضافه میکنم، به این صورت ببینیم چه بافتی رو میده. خب در این حال که این سبزها رو میذارم، حواسم هست که این سبزها دارن چه شکل و فرمی رو به گل من میدن، به عبارتی چگونه دارن این گل رو نگاتیو میکنن. کم کم دوست دارم از سبزهای تندی مثل ویریدیان هم استفاده بکنم، سبزهایی که شاید کمتر استفاده بشه اما میتونه در تنوع رنگ ما در کنار سبزهای گرم بسیار افکت زیبایی رو به ما بده. مجموعه خیلی خوبی از رنگ های سرد و گرم رو به این صورت با آب تمیز کنار هم داشته باشین. در این حال ببینید چون این قلموی طبیعی حجم آب زیادی رو میتونه تو خودش ذخیره بکنه و میتونه که کمک بکنه که ما به تعریف نیست از کار خودم، دوستان میدونن من وقتی خودم خیلی لذت میبرم احساس درونی خودم رو نمیتونم پنهان بکنم و به زبون میارم. خب بریم سراغ یه گلی هم اینجا هستش که میخوایم کار کنیم با هم دیگه. این هم گل جالبیه، خیلی زاویه خوبی داره. پس ببینید من لکه رو ابتدا میذارم، فرم گلبرگ ها رو تا یه حد و اندازه مشخص میکنم، قلم مو شسته میشه و با آب تمیز در جهت مناسب این رنگ ها میتونه محو شه. و همطور که میبینید این سفیدی ها نورهای شدیدی هستن که روی گلبرگ گل ما میبینید، انقدر لطافت و میزان خیسی کار زیاده که اگر مراحل کار رو ندیده باشیم احتمالاً ممکنه دچار این سوال بشیم که آیا خیس شده کار شده یا اینکه یعنی آیا خیس در خیس کار شده یا نه.
نقاشان آبرنگ و اساساً فرق نمی‌کنه کسانی که آبرنگ کار می‌کنن، از هنرجویان تا اساتید تا بقیه، لذتی رو تجربه می‌کنن که به نظر من با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. این پخش شدن و محو شدن رنگ ها به قدری لذت بخشه. و باز برای قسمت‌هایی از گل که تو سایه قرار گرفته متوسل میشیم به رنگ بنفش لوندر و از این رنگ برای قسمت‌های سایه میتونیم استفاده بکنیم، هم بسیار خوش رنگ و پخته، هم بسیار هماهنگ. فقط حواسمون باید باشه خیلی قلممون رو نشوریم که یک اشاره ای از رنگ های قبلی حتما تو قلممون باشه در ترکیب با این لوندر. من مدام دیگه دارم از رنگ هایی که از مراحل قبل روی پالتم هست استفاده می کنم. فرمدهی نهایی به گلمون رو من اختصاص میدم به مراحل بعد. خیلی الان نمیخوام فرم بدم چون خیسی زیاده و همین باعث میشه که نتونیم خیلی برش ایجاد، یعنی خیلی مرزها رو درست مشخص بکنیم، در نتیجه موکولش میکنم به مرحله بعد. بریم دوباره سراغ سبزها، چند تا لکه سبز اینجا بذاریم. من در حال فضاسازی کلی هستم، جزئیات رو حتما موکول میکنم به مرحله بعد. خیلی خوب، اینم از این. و اینجا رو قصد دارم که با قلممون خیس بکنم و دوباره از همون ترکیبات استفاده بکنم و یک گلی رو اینجا اگر بشه کمی محفتر کار بکنم. کمی هم از زرد ناپل دارم استفاده میکنم. این هم تجربه خیس در خیس، ولی خب با قلم خیس کردیم. از ترکیب سبز بریدین آبی اولترامارین میخوام استفاده بکنم.
سبزهایی که معمولا شاید ترکیباتی که کمتر معمولا استفاده میشه ازشون. بعدم نمیاد این قسمت رو هم کمی خیس کار بکنم. در این روش اون نگرانی و اضطراب، حالا اگر اسمشو بخوایم بذاریم، توی کارمون خیلی کم میشه. برای اینکه چون داریم به صورت منطقه‌ای کار میکنیم و دیگه نگران اینکه خیسی کاغذ از دست بره و کار خشک بشه هم خیلی دیگه نیستیم، در نتیجه میتونیم با نهایت آرامش کار بکنیم. ممکن است سرعت دستمون کمی بالا باشه، ولی این نشانه سرعت کار کردن ماست، نه اینکه واقعا نیازه که خیلی با سرعت کار بکنیم. اتفاقا بسیار میتونیم با آرامش کار را پیش ببریم. ترکیبی از کریمسون لیک و قهوه‌ای رد براون. و این رنگی که الان دارم استفاده میکنم جون برلیان 1 و 2 داره، این البته شماره 2 شه. بسیار رنگ خوبیه برای گلهایی که کمی تم گلبهی دارن. خب در ادامه من میرم سراغ لوندر و ادامه کار رو برای رنگ زمینه از لوندر استفاده میکنم. میبینید که چقدر میتونه این قلم آبدار رنگ‌ها رو جابجا بکنه. دوستان من قصد تبلیغ این قلم رو ندارم. اون چی که واقعا هست و فقط دارم خدمتتون میگم. بسیار عالی، بریم سراغ قسمت بالا. باز قسمت بالا رو من تمایل دارم که توخیصی کار بکنم. و یه نکته هم خدمتتون بگم، احتمالاً که نه، حتما یقیناً توی یک پارت تموم نمیشه و چون قصد دارم ویدیو رو سیو بکنم، اگر زمان کم اومد حتما من ویدیو رو سیو میکنم این لایو رو، و بعد از اینکه سیو کردم دوباره در واقع لایو رو آغاز میکنم بعد از حدود 2-3 دقیقه و ادامه کار که مراحل تکمیلی کاره، برای اینکه گلها رو فرمهاشو مشخص تر بکنیم، جزئیات بیشتری کار بکنیم و مراحل تکمیلی رو اضافه بکنیم، لایو رو پارت دومش رو مجدداً خواهم داشت. پس اگر به هر دلیلی بعد از 1 ساعت ما لایو رو قطع کردم، به این معنی نیست که تموم شده، حتما مرحله دوم رو هم از دست ندید. میبینید رنگ هایی که قرار تو پلان های عقب باشه من دارم خیلی کم رنگ تر کار میکنم، دیگه کنتراستی که به این قسمت ها دادم به اونا نمیدم و سعی میکنم فقط یک حال و هوای رنگی که به کمپوزیسیون کار هم بخوره و هماهنگ باشه رو Thank you.
حتما یه فضاهایی رو لابلای گلها خالی باید بذاریم، همه جا رو حواسمون باشه پر نکنیم. میبینید که خیلی به گل نزدیک نمیشم، مگر اینکه قرار باشه که شکل و فرمی بخوام به گلمون بدیم، وگرنه با اینکه قلم های فسخلی هست عهده کل کار تقریبا میشه گفت بر اومد، و اجازه بدید دستتون تو زوایای مختلف حرکت کنه. حتما همه جا رو به یک شکل کار نکنید، قلم بایستی مثل یک ابزار یعنی کارآمدی ابزار واقعا به نحوه استفادهش هم هست. و بعد ببینید من قلمو رو از کجا گرفتم، تقریبا از وسط گرفتم و دستم هم تکیه گاه نداره، دستم رو حواس وقتی دارم کار میکنم. اینا نکته هایی هستن که بسیار تاثیرگذارم و توصیه میشه که حتما به این نکته ها دقت بشه. بسیار عالی، هم از این قسمت پایین رو هم محو کنیم به این صورت. فضاسازی خیلی خوبی هم ایجاد شد.